سلام، وقت همه شما عزیزا و خیر. ای بار از موی میدیا یک داستان واقعی زیبا را تقدیم شما میکنم. زری چیخ میزد که من بیگناهم. زری دختر مؤمنی بود، همیشه نمازش را سر موقع میخواند، صد رقم دعا هم بلد بود. آخر آن موقع ها مردم به اندازه حالا دعا نمیخواندند. سال یکی دو بار، آن هم بیشتر شبهای احیای ماه رمضان و روز عاشورا را گریه می کردند. بقیه سال شادی بود و خنده. اما همان موقع هم زری اهل دعا بود و به من هم دعاهای متعددی را یاد داده بود. زری حدود 14 سال سن داشت که کم کم رنگش زرد شد. شکمش هم باد کرد و گاهی هم بالا می آورد. زنهای همسایه که او را می دیدند پچ پچ می کردند. بالاخره کم کم چند تا از زنهای همسایه گفتند که زری حامله است. آخرین باری که قبل از ماجرا منظری را دیدم، یادم می آید روز 27 سرطان 1338 بود. در کوچه به من اشاره کرد که به پشت بام خانه بروم. نگاهش کردم. صورتش زرد بود و نگاهش معصوم. گفت: زیا، حرفایی که درباره من می زنند را تو هم می دانی؟ گفتم: همه می دانند. گریه کرد و گفت: به خدا من کار بدی نکردم. بعد گفت: دلم درد میکنه. دستم را گرفت و از روی لباسش روی شکمش گذاشت و گفت: ببین، شکمم دارد بزرگ میشود، ولی به خدا من کار بدی نکردم. چند روز بعد از خانه آنها سر و صدا بلند شد. برادر 18 سالش عباس نعره میزد که میکشمش. من زری را با رفیق تخم سگش می کشم. باید بگوی که این نامرد حرامزاده که شکمت را بالا آورده کیست؟ آن بی پدر پدر سوخته که شکمت را بالا آورده کیست؟ عباس نعره می زد: مادر، من خودم را می کشم. من نمی توانم در محله را بروم. نمی توانم سر بلند کنم. اول این دختر را می کشم، بعد فاسق پدر سوخته ای که شکمش را به این حال آورده، بعد این چوچه سگ را. خواهر کوچک زری سکینه که هم اسم مادر بزرگش بود و هم سن و سال من، گریه می کرد و فریاد می زد و کمک می خواست. زنهای همسایه می خواستند بروند به زری کمک کنند، ولی در خانه ایشان بسته بود. زری چیغ می زد که من بیگناهم، ولی عباس با چاقو دور حویلی دنبالش می کرد و می خواست او را بکشد. بالاخره چند نفر از زنهای همسایه از روی پشت بام و داخل خانه ایشان رفتند و عباس را از خانه بیرون کردند. با سر و صدای عباس داستان حاملگی زری بلند شد. زنها می خواستند با نصیحت زیر زبان زری را بگشایند که رفیقش کیست، تا او را بیاورند با زری عروسی کند و سر و صدای قضیه کنده شود. اما زری قسم می خورد که رفیقی ندارد. چند روز بعد با سر و صدا و چیخ‌های زری بلند شد. برادر بزرگش رسول از ده به شهر آمده بود و زری را با تسمه کمربند آنقدر زده بود که زری زاف کرده بود و وسط حویلی افتاده بود. سلطانه مادر زری هم به سر و روی خود میزد و میگفت: دیدی چی خاکی به سرم شد؟ هم آبرویم رفت و هم دخترم کشته شد. رسول هم از بس که زری را زده بود، خودش به حال لب تالاب نشسته بود. من و چند تا بچه های دیگر هم لب بام ناظر لت خوردن زری بودیم.
زری کم کم به حال آمد و رسول به مادرش گفت نه نه سنه‌سازی نکو، دخترت نمرده، حالش جا میای و دوباره میره پیش رفیقش تا او را پیدا کنه و با او بخوابد. اگه مواظبش بودی شکمش بالا نمی آمد و من مجبور نبودم گاوم 25,000 ارزان تر بفروشم. من نفهمیدم چه ارتباط بین کاهش قیمت گاو رسول و شکم زری هست و چرا او گاوش را 25,000 ارزان تر فروخته. ننه سلطانه به رسول گفت پسر تو به ده برو، ما و عباس و بقیه بچه ها به حرفش میاریم و معلوم میکنیم که کدام پدر سوخته بیشرف به این حال و روزی دختر آورده. معصومه خواهر عبدالصالح زری که 4 سال بود شوهر کرده بود و 2 تا بچه داشت و برای بار سوم حامله بود، لب حوض نشسته بود، بچه‌اش را شیر میداد و گفت نه نه ای فخری رازی کی است؟ تا به حال چند بار با من گفته که فخری رازی را خیلی دوست دارم. مادرش گفت نمیدانم کیست، چند بار با من هم گفته، یک شعر هم درباره فخری رازی میخواند. معصومه گفت نه نه احتمالاً این فخری رازی کلید حل معماست، باید در بازار محله مغازه داشته باشد، چون چند دیر باری که زری اسم فخری رازی را میبرد اسم مرغ را هم میآورد و در شعرهایش از مرغ و پر زیاد حرف میزد. لط و کب خوردن زری برای زنهای محل عادی شده بود و دیگر مثل روزهای اول خانه آنها نمی رفتند تا او را از دست برادرهایش خلاص کنند. آن روز ملای محل 60 ساله به پشت بام دوید و فریاد راه انداخت که دختر را کشتید. خوب نیست، خدا را خوش نمی آید. عباس نشست لب حوض زار زار گریه می کرد که آبروی من رفت. ملا به سلطانه گفت در خانه را باز کن، پای دخترت سوخته، باید ببریمش دکتر. رسول نعره زد نیماده بود که هی گندگی را به دکتر ببریم، حتما با چند تا شیر دکتر را هم از راه بدر میکنه. رسول بلند شد و گفت نه نه من دارم بده میرم. ای بیابرویی باعث شد که هیچ کس دده با من معامله نکنه. من هر سال در نظر عاشورا نقش داشتم، اما امسال به خاطر ای بیابرویی نقش از من گرفتن. گاوی را که چند روز قبل میخواستن 455,000 معامله کنم از من 430,000 بیشتر کس نخرید. من میرم تمام زندگی من میفروشم از این شهر میرم. شما خودتان میدانین. اگه دختر هم به دکتر ببرین خدا شاهد است میایم خون راه میندازم و خودم هم میکشم. بعد رو کرد به برادر کوچکش عباس و گفت تو مواظب باش که این نجس را به دکتر نبرن که دیگر در همه شهر به آبرو میشین. در خانه باز شد و ملا با یک گلاس آب قند وارد شد و رفت بالای سر زری بدبخت. ملا ضمن آن که به زری آب قند میداد گفت خدا را خوش نمی آید، اینقدری دختر را اذیت نکنین. رسول گفت شما همسایه ها دخالت نکنین، خواهر ما است، هر قسم که می خواهیم با او معامله می کنیم، با شما اصلا چه؟ ملا گفت آهای رسول بی حیا، تو شاگرد من بودی، من به تو قرآن یاد دادم، تو بالای حرف من حرف می زنی؟ شما نادانهایی که می خواهید برین دنبال فخری رازی در بازار برین بگردین. فخری رازی یک شاعر است که چند صد سال است مرده و این طفل معصوم چند تا شعر فخری رازی یاد گرفته، تازه شعرها را هم ما یادش دادیم. عباس که تازه سرنخی پیدا کرده بود و میخواست برود و شکم فخری رازی را بدرد حاج و باج شده بود. عباس گفت ملا تو قسم بخور که فخری رازی شاعر بوده و چند صد سال است که مرده. ملا گفت به خدا، به پیر، به پیغمبر و به قرآن قسم که فخری رازی شاعر بود و مفسر قرآن و 100 سال پیش مرده. عباس گفت دروغ میگویی. ملا گفت چرا دروغ بگویم؟ عباس گفت برای اینکه به حضرت عباس قسم نخوردی، به خدا قسم خوردی. ملا گفت 3 بار به حضرت ابوالفضل عباس قسم که فخری رازی که تو میخوایی بری شکمش پاره کنی استخوان‌هایش هم پوسیده.
حالا هم شما دو تا برادر بلند شین و برین از خانه بیرون تا زنها موضوع خواهرت معلوم کنن. رسول گفت بد ده میرون، ولی اگه بفهمم که این کسافت به دکتر بردین میایم او را خودم میکشم. عباس دوباره داغ کرد و گفت میدانین چرا ای اسم رفیق شنه میگه؟ چون من نظر ما ای کار یک نفر نیست، کار چند نفر است. رسول به عباس گفت تو دیگه خفه شو. عباس و رسول پریدن به همه کتککاری مردها شروع شد. بزن بزن. عباس به رسول میگفت تو اصلا داماد شدی و تو از ده زندگی میکنی، به شهر نیا و فضولی نکن. من هر روز باید از این کوچه بگذرم، غرق عرق شوم از شرمندگی، سرم پایین پردم. همه جوانهای محل که مرا میبینن نگاه خود از من میگردانن. تو حالا از ده آمدی و به من حرف یاد میتی؟ تو اصلا به فکر شکمی صاحب مرده نیستی. ناراحتی تو از گوت است که 55,000 ارزان فروختی. دوباره عباس داغ کرد. زری را که داشت نیمه جانه می گرفت از وسط حیات بلند کرد و داخل حوض آب پرت کرد و گفت همینجا جلو همه تان خفش می کنم. ملا گفت بچه ها برین کمک بیارین. همه چیغ و فریاد کمک کردیم که کمک کمک. حسین آقای همسایه دوید و آمد و خودش را داخل حوض آب انداخت و زری کتک خورده را با پای سوختش از حوض آب بیرون کرد. عباس و رسول هر دو به گریه افتادند که دیدی بالکل آبروی ما رفت. ملا گفت من که گفتم داد و فریاد نکنید تا زنها قضیه را حل کنند. حسین آقای همسایه دست رسول را گرفت و گفت آقا رسول شما برو به سر خانه و زندگی، ما همسایه ها مواظب عباس هستیم. رسول سرش را گذاشت روی شانه حسین آقا و زار زار گریه می کرد و می گفت آبروی من رفت. زنهای همسایه با وساطت ملا زری را به دکتر بردند. بعد از معاینات معلوم شد در شکم زری یک کیست بزرگ پیدا شده و طفلک به خاطر این بیماری معمولی ماها بود که شکنجه و کتک می‌خورد. زری با وساطت ملا دوباره به مدرسه رفت. سالهای بعد دیپلومش را گرفت و در دانشگاه پهلوی شیراز و دکترا قبول شد و سالها بعد با استاد آمریکایی دانشگاه ازدواج کرد و به آمریکا رفت. زری امروز در بوستون یکی از محققین بیماری‌های داخلی و خونی شده و همه خواهر و برادرهایش را هم به آمریکا برده. عباس برادر بزرگ زری را بعد از سالهای سال در نیویورک دیدم. عباس یک رستوران بزرگ ایرانی داره و وقتی از خاطرات زری و اتفاقات آن دوران حرف می زدیم حرفهای عجیبی می زد. می گفت حالا نواسه‌هاش دیگه ایرانی امریکایی هستند. هر چند وقت یک بار با پسرهای زیاده در امریکا زندگی می کنن بدون اینکه ازدواج کرده باشند و حتی نواسه‌هاش با دوست پسرهایشان می آین به دیدن بابا بزرگ و پیش روی بابا بزرگ هم لب و لوچه هم دیگر می بوسن. وقتی عباس یاد آن روزها می افتاد کلی خودش را سرزنش می کرد و شرمنده می شد و همه ثروت و دارایی هایی که آلان داره مدیون همان زری می دانه که چقدر کتکش داده بود. پایان داستان. منتظر نظریات شما عزیزان در بخش کامنت هستیم. Subscribe now and press the bell icon.